یک مشاور زمانی میتونه با شما کار کنه در مورد مشکلتون که تخصص در اون زمینه داشته باشه. پس مشاورین باید با شما صادق باشن و شما هم در انتخاب مشاور خوب هست که دقت کنید ببینید که تخصص اون فرد در چه زمینه ای هست. از طرف دیگه نسبت به میزان دانش اون فرد و درجه تحصیلاتی که داره با شما قرار هست شفاف بشه. و همینجا بگم که اگر شما مثلا یک مشاور دکتر نیست و شما دکتر خطابش میکنید، اون باید شما رو اصلاح کنه. در غیر این صورت این کار غیر اخلاقی هستش. پس باید راجع به اینها، حالا یا رو کارت ویزیت یا رو وبسایت، باید که شفاف بود و از این طریق شما میتونید بشناسید. گاهی اوقات مشاور شما رو جای دیگه میفرسته برای اینکه تخصصی که شما میخواین رو نداره. گاهی اوقات برای یک ارزیابی میفرسته. مثلا اگر تو زمینه کودک و نوجوان هست و تخصص نداری، شما رو میفرسته که با یه نفر کار کنید. اینجا یادمون باشه که اصلا قرار نیست که هیچ سهمی از این ریفرالی که داره میده، کسی رو معرفی میکنه، بگیره، هیچ پولی بگیره اصلا. این فقط برای اینه که شما رو به یه متخصص معرفی کنه. اما در مورد قسمت بعدی بعدن باهاتون صحبت میکنم، اینکه گاهی اوقات لازمه مثلا برای اسسمنت فرستاده بشه پیش کسی.